Bismillahirrahmanirrahim. Baz me menu file option wa advance wa barazu kesta the advance to prompt to update style option khonda bodim. Only me badawa me zu pesh merim. Sel ko dega nishta ka use normal style for bullet and or number list. Aga moshmo y option a click kara boshim. Barazu sel ko wat ki nishta kunim shift sitara space. نوشته بکنیم بولت سٹایل کی میں اصل کو یک ذرا مسافه داره مابین هر لائن که است یک ذرا مسافه میتا اگر صفحه نو بگیریم برزو د فایل آپشن و ادوانس آپشن یوز نورمال سٹایل فور بولت اور نمبر لیست غیر فعال کنیم اوکی حالا شما اصل کنیم وقتی که ما شیفت ستاره سپیس نوشته بکنیم او مسافه چی میشه؟ کم میشه مو سٹایلی نورمال از بین میره سل کو ای را سل کنین شما ار دوی زیر مبتن مقایسه میکنین خب دا اینجا سل کنین شما و اونجا سل کنین چه خواه مسافه زیاد داره اونمو بولیت ایجا استفاده کردیم دا اوجا مگم چون او اپشن ما غیر فال کردم مسافه را خودتان میبینین حال اگر ما پس بیایم دا فایل اپشن ای را مگزمایز کنم اپشن بعد از او دا ادوانس یوز نورمال سٹایل فور بولیت اور نمبر لیست پس فال کنین سل کو دای صورت ما کی پس ستاره سپیس نوشته میکنم مسافه صفحه نو بگی ستاره سپیس مسافه را میبینین کلیدون چقدر مسافه زیاد شد و اگر نمیخواین کلیک دور کنین صفحه نو میگیریم پس آمدیم دا فایل اپشن بعد از او نوشته کردن keep track of formatting اگه ای اپشن شما کلیک کرده باشین اول گپ خواهی نمیست که پایین چی میشه ای اپشن فعال میشه اگه کلیک دور کردین غیر فعال میشه اگه ای رو شما کلیک کرده باشین یک فایل که شما فرمت میتین او امرای چی میکنه او ترک ها اون نشانه زیر چی میکنه برای شما چی میکنه کیپ میکنه و پایین اپشن نوشته کرده که mark formatting inconsistencies inconsistency میگه فرقه میگه اونمو فانت کی فرق میکنه امرا اینمی فایل موجوده و ما فایلی که از قبلا از جای دیگه آورده باشیم اونمو فانت کی دوجا بوده او فایل و دایجا نیستا او را بری ما چی کو مارک کو نشانه کو و ای اگه کلیک کرده باشی هر نو فانت کی باشه او را با چی میکنه کیپ میکنه دیگه نوشته کده که اپدیتینگ استایل تو میچ سلیکشن این مطلب از این نویس که مثلا سل کنشتا که keep previous number and bullet pattern اگر شما ایده کلیک کرده باشین اونمو مو ستایل قبلی یا مو بولیت قبلی یا نمبر قبلی که است و پترن شکل زوری چی میکنه keep میکنه برای خود update میکنه ایده باریست اگر نه ای دیگه شکل کری add number or bullet to all program with this style کدام ستایلی که تو نو جور میکن در کامپیوتر خود جور کردی نمو ستایل چی میشه؟ دا کلی فایل ها چی میشه اپدیت میشه نه ما میگیم این نمی صحیح است خب تر از keep previous number and bullet pattern شکلی که قبلا دا کدام پروگرام دیگه بود اونمو را keep کو دا ایجا هم اپلای شوه یعنی فرمتی که ما دا bullet format که از دا پیش پروگرام ها بود او را جیجی چی شوه مثلا word 2003 اون دا ایجا چی شوه keep شوه خب دیگه نوشته که دا enable click and type صفحه نرمال پاراگرافی نرمال میگه وقتی که دا پاراگرافی نرمال ما خواسته باشیم مثلا ما اینجا نوشته کردم میخواستم در اینجا نوشته کنم فقط وقتی که دبل کلیک کنم جایی که خواسته باشم در صفحه نرمال نوشته کده میتونم اینجا هر جایی که خواسته باشیم هر جایی که خواسته باشیم میتونیم اگر شما آمدیم در آپشن و در ادوانس این همی آپشن کلیک دور کردیم بس اوکی کلیکو آلی رو ما پاک میکنیم سل کنین اینجا نوشته کردم میخواستم اینجا نوشته کنم ده کلیک نه که صد کلیک هم بکو یک کلیک نه ده کلیک یک هزار کلیک هم بکو نامی آی چیزی میه نوشته بکو ایجا میه نامی چرا به خاطر از اینکه enable click and type اپشن شما چی کردین غیر فعال کردین و اگر شما کلیک کردین پس اون مو اپشن وظیفه خود چی میکنه اجرا میکنه دیگه نوشته کده show auto complete suggestion رو شما پیشترم خوانین در 2007 تو سه اگر ما شما این اپشن کلیک کرده باشیم بعدا وقتی که مثلا از طریق auto text کدام تکست میکس چی کنیم دیفاین کنیم مثلا مثلا ویرندی چیز را دیفاین کنیم وقتی که یه حرف اول چند نظیر نوشته میکنیم مکمل لغت نشان میتا بریم کامی را میخواستی بله انتر کو بریم میاره برد دیگه نوشته که ده اتوماتیکلی سویچ کیبورد تو میج لانگویج آف سراوند ان تکست اگر ما شما مثلا سل کو یک فایل را ما از کامپیوتر دیگه گرفت میجا اردن دو فایل که است انگلیسی است مثلا انگلیسی است زبانی که در کامپیوتر ما است چیست عربی است مثلا فارسی است
وقتی که ما اونم فایل انتخاب و باز کردیم و موزی کارسر خود اوجه که کلیک میکنم، فورا هر زبانی که باشه دیجم چی میشه زبان به اون شکل تغییر میخوره. اگر چی کده باشیم ما شما آپشن ادوانس این آپشن کلیک کرده باشیم، پس هر زبانی که باشه مطابق اونم زبان چی میسل کوجه پیش پایین زبان چی کردیم اینجا ما فارسی کرده بودیم، مگر اینجا که کلیک کردیم فورا چی شد؟ انگلیسی شد. فهمیدین را؟ خب ان شاء الله مثلا اینجا سال کو ما ایرا پاس فارسی میکنم، اینجا پس اومد می گفتم چیکو فارسی اینجا نوشته میکنم، او خدا انگلیسی کدی میره پس فارسی نوشته کردم، وقتی که بالا برم پس چی میشه؟ انگلیسی. اینجا که برم پس چی میشه؟ خود به خود اتوماتیک چی میشه؟ فارسی میشه. فهمیدین آپشن ها؟ این بسیار مهم آپشن ها. سلکو اگر الی سلکو خود می فنونه که کلیک کنی تغییر میخوره، و اگر ما رفتم د فایل د آپشن و د ادوانس بعد از او آپشنی اتوماتیکلی سویچ کیبورد اور تو میچ لنگویج اف سراوندینگ تکس غیر فعال کردیم. اوکی الی مثلا اینجا که کلیک کنم ام انگلیسی، اگر اینجا کلیک کنم ام انگلیسی، اینجا کلیک کنم هر جایی که کلیک کنی نورمال کدام لنگویجز دیفالت کیس انگلیسی، پس اونمو زبان برای ما چی میکنه انتخاب می باشه. و اگه قسم نمی خواهی بیاد اینجا چیکو اینمی در ادوانس اینمی اپشن پس کلیک کو، همیشه که کلیک باشه خب در سایج انگلیسی، اگر اینجا بی پس فارسی شریف میشه. فهمیدی؟ ای بود اپشنای ادوانس و ایدیتینگ. دیگه کاپ کات کاپی اند پست اپشن ها را می خوانیم بخیر بعدن.